تا که هیزم ها به دست ادعی شهر گر گره کم کم آتش شد محیا بعد از آن در گر گره پشت در بود به پهلو تکیه بر در داده بود آتش در شعله زد یک بار مجر گرگه واسه دونه دونه عبیاتش وقت میدن گریه کنی حرم آتش زود بر هر جا سرایت میکند بعد مجر بی هوا گیسوی مادر ذره ذره موی او می سوزد و کم می شود مو که کامل سوخ بین شعله ها سر گرد آخ مادرم داشت آتش را ز روی سر جدا می کرد که در به روی پیکرش افتاد پیکر گرگ آتش در یک طرف سنگینی در یک طرف از بنابر این تن او دو برابر گرگره وای 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 آخ غیرتی ها تازیانه در هوا چرخید و بر بازو نشست زن که زیر گریه زد دستان شوهر گرگر علی
تموم میشه اگر این از تأثیر شنیدن کی بود دید قلفاز فاطمه دست از علی بردار نیست با غلاف تیغ زد بال کبوتر گریه عصر عاشورا دوباره روزه ها تکرار شد خیمه ها در بین آتش سوخت دختر گر گرفت کودکی با دامن آتش گرفته می دوید باد با دامن تلاقی کرد و بدتر گر گرفت حسین چاری شده ای من باید بسد روزه بخونم اصلا روزه فاطمه همینه بچه ها جمع بشن بگن وای مادر 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 جوونم وای مادر مادر حسینم این همه بر سینه وزرم بزنید نمک به زخم دل درد پرورم بزنید در این مدینه همین جا سر برا ببریم اما غلاف تیغ به بازوی مادرم نزنید ای مادر ای مادر ای مادر ای مادر مادر ای مادر دیگه شعر نمیخونه همه روزه بخونه ای مادر ای مادر ای مادر ای مادر مادر ای مادر ای مادر هر کی گفت چرا اینقدر اینجا ناله میزن بگو آخه مادر ما جوون بود آخه مادر ما 18 سال بیشتر نداشت یه دمیگن فاطمه فوت کرد ها هنو جواب نتونستن بدن آره بازوش خود به خود جگر پهلو همین تو های رفقا علی میخواست فاطمه رو غاز بده
تازه متوجه شد برای چی فاطمش اینقدر محکم رو میگرفت از محرمش، تازه دید گوشه ی قناب ابرو رو شکافته، صورت فاطمه هم شکسته بود، سادات منو ببخشد، این ابروی شکسته رو ارس داد به اون آقایی که کنار القمه رو زمین افتاد، اما اون ابرو از هم باز شد حسین.